هم صبحتان بخیر باشه. یک بار دیگر خوش آمدین به برنامه سلام زندگی. در این قسمت باز هم مهمان عزیز در کنار ما هستند در استودیو سلام زندگی، آقای نجیب الله ایوبی، رئیس فدراسیون پاورلیفتینگ، در رابطه با یک مسابقه جدیدی که آغازش هست از این بخش صحبت میکنیم که در بخش چی هست و بیشتر از خودشان میشنویم. و زیر باید بگویم زیر چتر پاورلیفتینگ هست و برای اولین بار هست که در کابل یا در سطح افغانستان برگزار میشه. انشالله. بله، سلام به شما، صبحتان بخیر. سلام و عرض ادب خدمت شما و خدمت بینندگان تلویزیون یک. همونش طور که شما صحبت کردین، فدراسیون پاورلیفتینگ و مردان آهنین افغانستان خاص دو مسابقه دیگر هم زیر چتر فدراسیون پاورلیفتینگ و مردان آهنین افغانستان بیاره. بسیار خوب که حامیانش بگویم، انگلیسیش نگویم، خوب است. همی دست چپگکان، دست چپگکان است و مسابقه چی هن رسلینگ میگن، بعد ریسپان کشی، که ریسپان کشی از مسابقات قدیمی ما و شما است که ده نفر یک طرف میشه، ده نفر یک طرف، یک دایره با کشیده میشه و در وسط دایره یک خط سرخ یا سفید ایجاد میشه و در ریسپان یک تکه سرخ آویزان میشه و تیم مقابل باید به طرف خودکش کنه. و این فدراسیون پاورلیفتینگ و مردان آهنین افغانستان خاصی دو رشته که همیشه با زور سر کار داره، ما این دو رشته را زیر چتر خود و برای اولین بار در کمیته ملی المپیک دیگه بنیان گذاریش کردیم و خواستیم همین کار برای ورزشکارای افغانستان یک رای باز شود که همین زور دست ایگپا به مسابقات جهانی یعنی المپیکی است. در افغانستان وجود نداشت، ما خواستیم زیر چتر پاورلیفتینگ و مردان آهنین این رشته هم بیاریم که انشاءالله ورزشکارهایی که زور دست دارن و دیگه دارن بتانن به میادین بین‌المللی سرنگ بیرق سرنگ افغانستان بلند کنن. انشاءالله. بله، خصوصا کسان که پهلوان هستن اونا زور دستشان شاید بسیار زیاد باشه. قبلنا هم وجود داشت در افغانستان اما تحت یک فدراسیون وجود نداشت این رشته ها. به نظر شما چقدر خواهتانیست که علاقمندان خود را جذب بکنه و قرار هست مسابقه ای که برگزار شوه از آن که در این مسابقه شرکت میکنن برای اولین بار چقدر آماده هستند؟ ما خواستیم این دایره را چون برای اولین بار هر ورزش که ایجاد میشه در سطح کابل برگزار میشه و ما که برگزار کردیم با رؤسای فدراسیون ولایت خود، یعنی نماینده های ولایت خود، ما بودن بیشتر از 14-15 ولایت نمایندگی، حالا حدوداً از وقتی که من رئیس پاورلیفتینگ و مردان آهنین افغانستان شدیم حدوداً 18 یا 20 ولایت زیر پوشش ما قرار. باز من مطرح کردم این صحبت ها را که ما اینطور یک برنامه نوآوری میخواییم کنیم. باز تشکر میکنیم از جناب استاد علیرضا رفیع‌زاده، معاون ما هستن و سطح برنامه را ما خرد گرفتیم، اما ماشاءالله از ولایت ها به ازینه خود خواستن بیان. ولایت هرات آمده، ولایت قندوز، ولایت پروان، ولایت پکتیا، پکتیکا، خوست و ولایت میدان وردک، اینا کل با ازینه خود آوردن که آمدن که ما ببینیم که این اولین باره که برگزار میشه. بچه هایشان حتی زنگ میزنن از ولایت های دور استاد همی رشته با چی سبک برگزار میشه. ما میزش طراحی کردیم، از سایت اینترنتی گرفته میز دست چپگکانه و ریسپان کشی. خو دیگه مردم بعضش آگاه هستن از این و از طریق تلویزیون شما میخوایم بگویم کسایی که علاقمندی رشته هستن میتونن روز جمعه وزن کشی مسابقات است و روز شنبه یک شنبه مسابقات است. انشاءالله که بتانن ما میپذیریم شانه بیاین به این سبک جدید و بتانن که
همو کسایی را که ما میخواییم بپالیم در زور دست انشاءالله بار ریسپان کشید اتمن باید ایوبی سایب باید ورزشکار باشن یاد میانه مشخصی نداره میتونه یک دیقان هم اشتراک کنه میتونه یک آهنگر که 24 ساعت با دست خود چکش میزنه جای خانوما چطو؟ جای خانوما هم هستن بله تیم خانوما هم داریم حدودا 21 نفر خانوما هستن انشاءالله بین زنام این مسابقات را اندازی میکنیم و خانمای قوی هستن که انشاءالله که بتانند از سازمانهای خارجی باز انشاءالله مدال آوری کنم انشاءالله بله و قبل از سوال میخوایم یک خاطری ما قصه کنم در خانه ما همیشه امروی بیادرم امروی پدرم امروی مادرم زوردیست میزنم همیشه ما دستشان را چپه میکنم ما حتما این شرکت پا کنم انشاءالله که بتانی اشتراک کده و بتانی گمی بیرق سرنگ افغانستان خودت در مایدین بین نوالین بیت سزادر بیاریم خب میشه بر ما بگوین که امیدواریتان برای پیشرفت این رشته در افغانستان چگونه هست چقدر میتونی واقعا این رشته را پس از دیگر رشته ها که در افغانستان وجود داره برسانین و حمایت دولت چقدر با شما خود بوده بخش ببین ما به یک امیدواری همیشه یک مسلمانه که میخواید که به جای سفر کنه یا یک کار کنه همیشه به نام خداوند مکار شروع میکنه ما هم خواستیم یک نوآوری درست شوه زیر چتر فدراسیون پاورلیفتینگ و مردان آهنین افغانستان و ما بتانیم همین تیمای خدا به سطح جهانی یعنی ما درست کنیم و یک مژده دیگه دارم به رئیس صاحب تربیت بدنی و رئیس صاحب جمهور و تجاران ملی ما اگر ما را حمایت کنه رشته پاورلیفتینگ بسیار زود ما میتونم که یعنی افغانستان به کتاب گینس برسانم دیگه ما اون مژده را از طریق چون ما به یک حمایت مالی ضرورت داریم و بتانیم یکی بچه های است که از سیستم نادرات است یعنی کسی هست که شما یک چون کار مخفی است اما انشاءالله که باز از طریق رسانه ها چی میشین که ما این را به کتاب گینس کار کردیم و دیدن از بعض زمانه که ما درس رشته پاورلیفتینگ و مردان آهنین آمدیم و سر این همچه اشخاص ما کار کردیم که یک ریکورد بسیار زیاد را میخواین بشکنانن و بتانن نام افغانستان به کتاب گینس برسان انشاءالله ایوبی سای پس جریان مسابقه که برگزار میشه بخیر بر ما بگو اینا یا کسانی که اشتراک میکنن اشتراک کننده ها هستن میار شما چی از بخاطر برنده اعلان کردن کسانی که برنده میشن چی از خانما باشه چی از آقایان باشه آیا داورانی هم هستن که قضاوت کنن یا خیر و جایزیشان چی هست؟ بله جایزیشان خب ما فدراسیون ها میتونیم یک تقدیرنامه یک مدال بتیم و اگر تجاران ملی ما شاید حمایت مالی میکردن دیگه ما فعلا یک چی بله ها ما با داوران خود که هستن صحبت های کردیم و قوانینش آموختیم و انشاءالله که ما با فدراسیون جهانی ازی در تماس هستیم و سبک را به ما آموختاندن که ما بتانیم بیاموزیم و داوران هم هستن دو داور می باشه در سبک دست چپک کانم مو شما و در اسپان کشی یک داور می باشه که داورا را انشاءالله تعیین کردیم و دوستا چی میشه و سبکای خاص دارن که به وزن هستن یعنی هر کس میتونه اشتراک کنه هر اشخاص میتونه با رقیبش کم طولش است یعنی در این مسابقه اشتراک کنه اوتر نیست که یک 70 کیلو نه اوتر نیست که یک وزن 60 کیلو 50 کیلو بیای با ما دست چپک کن کنه او فرق میکنه تا فعلا چند نفر ثبت نام کردن به خاطر این مسابقه حدودا ما گفتم 1000 ولایت تنال شما حساب کنه 10 نفر خواستیم که به خاطر که زیاد است و در شهر کابل دیگه انشاءالله که شاید دیگه چی که 300 نفر شود 400 نفر شود 200 نفر شود یک روز یا از همگی شانمی مثلا مسابقه گرفته خواست شد یا اگر نفر زیاد باشه به دو روز هم نه ما سب اما یک مقرره داریم به خاطر از او که یک روز وزن میکشیم
و دو روز دیگه به خاطر از این مسابقات و مدال دادن چی کردیم. چون ما ایره سبک گرفته بودیم، اگر میفهمیدم که از ولایات دوردست یعنی علاقمند پیدا میکنه، ما ایره به 3-4-5 روز میگرفتیم و ما دیدیم که دیگه همون روز ورزشکارای ما، مردمای ما تجربه از ایره میخواین که یک چیز نوآوری شوه و تجربه شوه برای خود کسب کنه. بسیار عالی. شاید شما از طریق فیسبوک و بعضی از سایت‌های اینترنتی دیگر بر مردم ما آگاهی داده باشین که مکانش در کجا هست، ساعت چند برگزار میشه. شاید بعضی از عزیزان ما که فعلا تلویزیون را میبینن فیسبوک نداشته باشن، میشه آدرس خود را بر ما بگوین که آدرسشان تربیت بدنی یعنی به عامیانه ما شما المپیک دیگه که چرا سر زبان ها هست. تربیت بدنی جمع نظوم 2500 نفره و روز جمعه برایشان گفتم وزن کشی همین جمعه که می آید و روز شنبه یک شنبه مسابقات انشاءالله برام اندازیم که هر بیننده عزیز می تانه که با این آدرس خود ثبت نام کنه و بتانه با فدراسیون پاورلیفتینگ و مردان آهنین افغانستان با خانوادهش بپیونده که بتانیم در مسابقات خارجی ازش افغانستان یک استفاده کنن. بله، به عنوان آخرین سوال ایوبی صاحب، کسانی که میخواین تشویق کنن نو هم میتونن بیان یا خیر؟ کسانی که تشویق میکنن تشویق نیلا بگه بیاییم تشویق کنم که روحیه بگیره. بله، ای خو هر ورزشکار، هر فرد افغانستان یعنی یکی از وظیفه‌اش است که اگر بتونه فرد دیگر افغانستان تشویق کنه و بتونه همونطور که ما یک فکر کردیم، یک جستجوی کردیم، یک محک زدیم تا تانستیم همین رشته خود با همین سازمانش صحبت کرده و آستاستا نوچی کنیم، این کل وظیفه اگر فرد افغان است که بتانن تشویق کنن دیگران. پس اشتراک خود آزاد هست؟ اشتراک آزاد است، هیچ کدام ممانعت نداره و هر کس میتونه اشتراک کنه. بسیار زیاد تشکر از حضورتان، موفق باشین در برنامه های زندگی. سلامت باشین. تشکر از شما عزیزانی که بیننده ما بودین. حالا وقفه میگیریم، دوباره برمیگردیم.